مدیاپارت از اینجا موضوع کاویزک آغاز شد اوایل ماه دسامبر این وبسایت خبری گفتگوی چهار دقیقه ای را منتشر کرد که در آن چنین گفته شده بود آنچه که مرا آزار می دهد این است که من همیشه یک حساب باز در بانک یو داشتم اما هیچ پولی دیگر در آن نیست تنها راه برای بسته شدنش این است که بروم آنجا و مسدودش کنم این موضوع کلید خورد. خبرنگار ما در پاریس با یکی از بنیانگذاران مدیاپارت یعنی ادوی پلنل گفتگو کرده. چیزی که پایان نیافته موضوع تزلزل در دموکراسی است این رسوایی جدیترین مسئله پیش آمده اخیر نیست بتانکور، سارکوزی، کراچی، قذافی همه بسیار از نظر نقض عدالت، حجم پول و قاچاق اسلحه مهمتر بودند. این مسائل بسیار تر است. این بلای اکثریت محافظه کاران قدیمی در جناه راست است. اینجا مسئله جدید موضوع دموکراسی است چون زمین لرزه است که همه سیاستمداران و نیز رسانه هایی که با جیروم کایوزاک در این دروغ همراهی کرده اند را تحت تأثیر قرار می دهد. در طول سه ماه و نیم مدیاپارت تنها رسانه ای بود که در این خصوص حرف زد دلایل ارائه شده از سوی مدیاپارت از چهار پنج دسامبر سال گذشته میلادی ارائه شد امروز حاکمیت اقلیت پول رسانه و همه کسانی که آقای کایزاک را در دروغش همراهی کردند به این مسئله واکنش نشان میدهند ما حتی پی بردیم که رئیس اداره مالیات نیز در تقلب دست داشته است بنابراین این همه فرانسوی ها فهمیدند که یک رسوایی اخلاقی عمومی در کار است. Et donc tous les Français comprennent que là il y a un scandale de vertu publique, de morale publique. پس این ضربه ای به تصویر آرمانی جمهوری از نگاه فرانسه است این به سادگی ضربه ای به جمهوری است این نشان می دهد که فرانسه یک دموکراسی لرزان است در همه کشورها چون این رسوایی هایی وجود دارد گاهی در همه کشورها سیاستمداران فاسد یافت می شوند یک دموکراسی لرزان جایی است که شما نمی توانید افشا کنید اما وقتی این رسوایی قدرت را به خطر می اندازد اجرای عدالت تضمین می آبد و تنبیه ها در نظر گرفته می شود این چنین است که در روزهای اخیر و پس از افشاگری مدیاپارت آقای کایزاک باید دولت را ترک کند او این حق را دارد که از خود دفاع کند اما نه اینکه تمامی خانواده سیاسی، پارلمان، دولت و اکثریت موجود را به سرقت خود برد. نه اینکه صرفا دولت را روبوده باشد بلکه سوء استفاده از خدمات دولت برای دفاع نیز صورت می گیرد. این ماجرایی است که در مورد کنونی چشمگیر است و امروز ما به هایش را می و باید به آن به وسیله یک جهش بزرگ دموکراتیک پاسخ داده شود.